این روزا آدمای رژیم و به خصوص پاسدارا خیلی راجع به جنگ ضد میهنی صحبت میکنن. البته خب یک علتش اینه که هفته گذشته هفته جنگ بوده. اما به غیر از تجلیل و تکریم های نفرت انگیز از این طولانی ترین جنگ تاریخ معاصر و شاید تاریخ ایران، چیزی که در این حجم تا حدودی تازگی داره اعتراف به نفرت مردم از این جنگ تحت عنوان شبهه ها در مورد جنگ و تلاش برای توجیه و دفاع از جنگه. نگاهی میکنیم به گزیده از خبرهایی که طی همین یکی دو روزه در رسانه های رژیم منتشر شده. خبرگزاری حکومتی مهر، هفته مهر. آیا میتوان دوران دفاع مقدس را با برهه زمانی کنونی مقایسه کرد؟ متاسفانه در برهه کنونی منفعت طلبی، خودشیفتگی، تکبر و اختلاف طبقاتی روزافزون جای یکدلی و همکاری و همراهی را گرفته است. به نظر می رسد فضای آن روزها با همکنون به هیچ عنوان قابل قیاس نیست. این روزها بیشتر رانت و لابی برای کسب قدرت و ثروت حرف اول را می زند. خبرگزاری حکومتی رسا ششم مهر. سالهای دفاع مقدس دوران صداقت بود. کسانی که در 8 سال دفاع مقدس تأثیری در سرنوشت کشور نداشتند، امروز در منابع عمومی کشور دست دارند و متاسفانه این زرندوزی ها به هر شکل باعث افزایش فاصله طبقاتی شده. سایت حکومتی خبر آنلاین 6 مهر. از جنگی که مقدس شد، تعبیر جناحی نباید کرد. با وجود آنکه نیروهای دلسوز کشور به دنبال وحدت ملی هستند، اما برخی نیز تلاش می کنند تا در هر زمینه‌ای دست به خودی و غیر خودی کردن اوضاع بزنند. در این میان حتی از جناحی کردن جنگ و دفاع مقدس نیز ابایی ندارند. خبرگزاری حکومتی بسیج 6 مهر. دفاع مقدس برکات بسیاری برای ما داشت. نسل جوان ما به ویژه نسل سوم و چهارم انقلاب نباید نسبت به دفاع مقدس بی تفاوت باشند، چرا که امروز دشمنان ما سعی در کمرنگ کردن ارزش‌ها و حماسه های دفاع مقدس تلاش می کنند و این موضوع بسیار خطرناک است. پاسدار مقدم فر مشاور فرمانده سپاه 6 مهر. میراث‌خواران جنگ آنها هستند که دستندرکار تئوریزه کردن سازش با دشمن هستند و نعمت استقلال را کفران می کنند و جامعه را به ذلت وابستگی سوق می دهند. میراث‌خواران جنگ مفسدان و راندخارانی هستند که به خاطر منافع مادی چهره مشعشع انقلاب را کدر می کنند. سایت حکومتی انقلاب نیوز 6 مهر. چه کوته نظرند آنهایی که خیال می کنند چون ما در جبهه به آرمان نهایی نرسیده ایم پس شهادت و رشادت و ایثار و از خودگذشتگی و صلابت بیفایده است. نباید برای رضایت چند لیبرال خودفروخته در اظهار نظرها و ابراز عقیده ها به گونه ای غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولیش عدول می کند. تحلیل این مطلب که جمهوری اسلامی ایران چیزی به دست نیاورده و یا ناموفق بوده است، آیا جز به سستی نظام و سلب اعتماد مردم منجر نمی شود؟ پاسدار سلامی، پهلوان پنبه حراف نظام که معروف حضورتون هست، مسئول دود و دم و اقتدار نمایی و فرار به جلو در نظام. اما خاصیت پاسدار سلامی فقط در دود و دم و به قول خودشون دل توی دل بسیجا گذاشتن نیست، بلکه به عکس از قضا هراسنج رژیم هم هست. سلامی در آخرین پرده نمایش نشکردانی در نجف آباد ناخواسته فهرستی از دلواپسی های نظام رو به زبان معکوس گفت. رئیس جمهور آمریکا به ملت ایران اهانت کرد. او ملت ایران را و نظام ما را حامی تروریسم نامید. به آنان میگوییم شما ملت ایران را در محاصره و تحریم کامل اقتصادی جهانی قرار دارید. تحریم و محاصره ای که تا به امروز هیچ کشوری تحت فشار آن قرار نگرفته است. آنها در شرق مدیترانه، در شمال آفریقا، در شبه جزیره حجاز در تعقیب سیاست‌های شما هستند.
این پاسداف سلامی گاهی از دود و دمای خودش هم جوگیر میشه و به رغم بحران ریزش ها در درون رژیم نگران نمره چشم استکبار جهانی میشه و به اونا توصیه میکنه که اگر شکوه و عظمت نظام رو نمیبینن به چشم پزشک مراجعه کنن. اما بلافاصله یاد بحران ها و دردهای بیدرمان رژیم و از جمله دست خالی برگشتن ظریف از آمریکا میفته. ببینید، ما زندگی خود را بر اساس تعامل با آمریکا بنا نکرده ایم. زندگی ملت ایران و حیات او مستقل از برجام است. اگر شما می خواهید برجام را نقض کنید، بدانید ما از خدا می خواهیم، زیرا ما بدون برجام با آزادی عمل بهتری پیش خواهیم رفت. اگر برجام برای شما تنها گزینه است، برای ما اصلا گزینه نیست. ایران بزرگ است. ما فرض می کنیم در جغرافیای سیاسی جهان و در نقشه سیاسی این عالم واقعیتی به نام آمریکا وجود ندارد. بله، از این بعد اگر خواستید معنی چرت و پرت رو به کودکتون یا کسی که فارسی رو تازه میخواد یاد بگیره آموزش بدید، میتونید این قسمت از حرفای پهلوان پنبه سپاه پاسدار سلامی رو به عنوان مصداق ذکر کنید. ببینید، یک بار دیگه گوش کنید. میگه ما فرض میکنیم در جغرافیای سیاسی جهان و در نقشه سیاسی این عالم واقعیتی به نام آمریکا وجود نداره. به این میگن مبارزه ضد استکباری به سبک دوم و دوم بالچه های خمینی در ته به قول خودشون هچل و مخمسه. بیچاره در حضیث ضعف و ذلت برای روحیه دادن به نیروهای وارفته و ناامید نظام چیزی جز این جور فرضها به عقلش نرسیده.